همدمان روزبه از محل برگزاری مراسم 13 به در در ویرجینیا با ما همراه شده. اردوان اونجا امسال ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی هست میگرفتن که در پارکی در ویرجینیا گرده هم بیان به همون بگو چی میگذره. میبینم که پشت سر جمعیت کم نیست. نیوشا همونجور که میبینی خب جمعیت داره اضافه هم میشه، روز 13 به دره. و نکته جالب اینه که معمولا در آمریکا روزهای تعطیل باید آدم برنامه رو برگزار کنه، اما امسال 13 به در دقیقاً افتاده روز یک شنبه، به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته و خیلی از ایرانی‌ها دارن جمع میشن و بیشتر میشن. بولرام پارک در ویرجینیا هستش جمع شدن. مراسم با یک دقیقه سکوت برای کشته شدگان و معترضین ایرانی در واقع شروع شد، آغاز شد برنامه. دی جی برگزار میکنن، همچنین خیلی از ایرانی ها خانوادگی اینجا جمع میشن، کاری که خیلی سخته در ایالات متحده آمریکا همه خانواده اینجا جمع بشن، اما به نظر میرسه این سنت مهم بوده. نکته جالب دیگه اینه که اصولا این برنامه ها فقط مال ایرانی ها نیست، در این جمع شما از ازبکستان میبینید، از تاجیکستان میبینید، از افغانستان میبینید و بسیاری کشورهایی که در حوزه نوروز هستن. من از ارمغان خواستم همراه بشه. ارمغان، 13 به در امسا چه احساسی برات داره؟ احساس خوبیه، ولی همچنان همیشه به فکر عزیزانمون هستیم، دلمون همیشه هست، همه عزیزانی که اینجا هستن هم ناراحتن هم خوشحال، به امید روزی که بتونیم همچین ایونتی رو توی خود کشور خودمون داشته باشیم. اگه بخوای یه آرزو بکنی چه آرزویی میکنی توی این روزی که به هر حال ما فکر میکنیم آغاز سال نو بهار میتونه وقت خیلی خوبی باشه، فرض کنیم میخوای یه چیزی به ایرانیا بگی چی میگی؟ همه از سر دلشون خوشحال باشن. مرسی از تو. این برنامه تا ساعتی دیگه ادامه خواهد داشت چون جمعیت اضافه میشه. به نظر میرسه تا همین الان من برآورد کردم و از برگزار کننده پرسیدم نزدیک به حدود 5000 ایرانی اینجا جمع شدن، اما تعداد بیشتری هم به این جمع خواهند پیوست. برنامه همینجور ادامه خواهد داشت با اجرای موسیقی، گروه‌های دیگه که اینجا جمع میشن و همچنین امکان خریدن غذاهای ایرانی و غذاهای فرنگی هم در منطقه هستش. یه مسئله دیگه که برای شاید شما هم جالب باشه اینه که درست امسال وقتی من با خیلی از ایرانی ها صحبت میکنم احساسشون متفاوته. همونجور که ارمغان گفت من خیلی ها رو میبینم که درست خوشحالن، میرقصن، شادن، چون معتقدن شروع سال نو باید با انرژی و شادی باشه، اما خیلی ها وقتی من باشون حرف میزنم میگن که دلشون پیش ایرانی هاست، میگن که همشون به این امید هستن که ایرانی ها هم بدونن کسانی در این سر دنیا نگرانشونن، همراهشونن، دوستشون دارن و باشون همراهی خواهند کرد. اینا همون آدمایی که اکثرشون رو شما توی تظاهرات منطقه میبینید، همراهی مردم میبینید از روز اول اتفاقات میوشن. و من فکر میکنم که حالا در شرایطی که در ایران شادی کردن ممنوعه، خندیدن ممنوعه، پرشور بودن ممنوعه، امیدوار بودن ممنوعه، خود این کار امروز شده یک جور مبارزه، خود این حرکت شده یه جور مبارزه برای ایرانیانی که در یک جنگ و نبرد هستن با کسانی که حداقل‌ها و حداقل حقوق‌های انسانی رو رعایت نمی‌کنن. تصویر پشت سر من رو نگاه کنین، این یه تصویر خیلی ساده است، تصویری از ایرانیانی که فقط شادن، ایرانیانی که حق خودشون میدونن از شادی‌هاشون بهره ببرن و این اتفاق در ایران نمی‌افته. بسیاری از این آدم‌ها اینجا آرزوشون مثل آرزوی ارمغان بود، ایران همین جمع 13 به در با شادی، رقص، آواز و امید، چیزی که در خصلت ذاتی اکثر ما ایرانی‌ها هستش. ممنونم از اردوان، به نیبت ما از در استودیو ایران اینترنشنال هم سبزه گره بزن. اردوان روزبه از محل 13 به در در ویرجینیا با ما.